سلام بر شما، با یک برنامه خبری تازه و ویژه و زنده با شما هستیم. دوشنبه 23 دی یا ماه جدی 1398 برابر با 13 ژانویه 2020. شب گذشته تهران و چندین شهر دیگر ایران برای دومین شب پیاپی صحنه تظاهرات بود که در مواردی با برخورد ماموران همراه شد. معترضان که در ابتدا برای بزرگداشت یاد سرنشینان هواپیمای سرنگون شده خطوط هوایی اوکراین تجمع کردند، از پنهانکاری مقام‌ها در مورد عامل سانحه خشمگین بودند. تجمع‌های اعتراضی دیشب از چندین نقطه تهران و شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه، رشت، کرمان، بابل، قزوین، یزد، آمل، ساری، بروجرد و سمنان گزارش شد. تصاویری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که ماموران برای برخورد با معترضان خشمگین از گاز اشکاور و تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. در بعضی از این تصاویر شعارهای تند معترضان علیه رهبر ایران و سپاه پاسداران شنیده می‌شود. هنوز گزارش تایید شده‌ای از وضعیت مصدومان در دست نیست. فرین عاصمی همکارم به ما پیوسته، تازه‌ترین‌ها رو می‌دونه، دنبال کرده. از تازه‌ترین‌ها، خصوصاً از اعتراض‌های دیشب بگو فرین. خب همونطور که گفتی در شهرهای مختلف تظاهراتی بوده، اعتراضایی بوده و ما تصاویرش رو تا اونجایی که تونستیم پخش کردیم. امروز هم اینها رو برای بینندگان بی بی سی پخش خواهیم کرد. از تهران تصاویر زیادی داشتیم که تیراندازی هم شده بود. یک تصویر رو با هم ببینیم از خیابون آزادی هست که دیشب در اونجا تیراندازی شده بود. پاشین همه یا او دو این بر مگه نم میگیریم بریم او بر بیا بریم پشت تصاویری بود از خیابون آزادی در تهران که با هم دیدیم. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین رحیمی وضعیت امنیتی رو خیلی خوب توصیف کرده در پایتخت و گفته که نیروهای انتظامی به سوی معترضان شلیک نکردند به خاطر اینکه سعه صدر و خیشتنداری در دستور کارشون بوده. ولی خب تصاویری که می‌بینیم نشان از تیراندازی داره و بعضن تصاویری از خون دیده شد و زخمی شدن تعدادی از افراد. اشاره شد که اطلاع چندانی از وضعیت مصدومان نداریم، ولی چه اطلاعی از وضعیت خانواده های قربانیان سانحه هوایی یا ساقط شدن هواپیمای خط هوایی ایرلاین داریم؟ خانواده ها خب همچنان ناراضی هستن و میگن که ازشون دلجویی نشده توسط مقام های ایران. اونهایی که در کانادا هستن خب میگن که خیلی مراسم مختلفی برگزار میشه. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خیلی از اونها دلجویی کرده. دیروز مراسمی برگزار شد برای اونها، آقای ترودو شرکت کرد، به خانواده ها اطمینان داد که تا اجرای عدالت از پا نیسته و گفت که به دنبال پاسخگویی مقام های ایران خواهد بود و گفته که شاید این افراد احساس تنهایی بکنن ولی تنها نیستن و تمام کشورشون، یعنی کانادا منظورش بوده، به ایرانی کانادایی هایی که اونجا هستن گفته که تمام کشور در کنارشونه و تمام مردم کانادا در سوگشون اندوهگینن. امروز هم یک هیئت کانادایی به تهران سفر خواهد کرد، دیگه در ساعات آینده باید برسن به تهران. اینا تحقیق قراره بکنن در مورد این هواپیمای اوکراینی. از طرف دیگه سفارت افغانستان در تهران یه اطلاعیه داده و گفته که برای پیگیری این حادثه یک کمیته تشکیل شده. این کمیته تا حالا تونسته 9 نفر از افرادی که کشته شدن در این ساقط شدن هواپیمای توسط سپاه رو با خانواده هاشون صحبت بکنه، دی ان ای اونها رو گرفتن و تونستن که اون رو آزمایش بکنن. بقیه اجسادی که وجود داشته اونها رو هم بردن به آزمایشگاه، به پزشکی قانونی اونها رو هم آزمایش کردن. ولی خب یک سری از افراد هستن که ایرانی نبودن، یه مقداری مشکل بوده برای اینکه دی ان ای اونها رو به دست بیارن، اوکراینی بودن یا تابعیت‌های دیگه‌ای داشتن مثل آلمانی و بریتانیایی، که یه مقداری برای اونها مشکل وجود داشته. یک خانواده هم به بی بی سی فارسی گفته که سپاه باهاشون تماس گرفته و ازشون خواسته که مراسم ختم و بزرگداشت رو خود سپاه برگزار بکنه، که خب این هم موجب نارضایتی اونها شده بود تا اینجا.
واکنش‌های داخلی هم ادامه داشته. آره، واکنش‌های داخلی بوده، واکنش تازه که بوده واکنش علی ربیعی بوده، سخنگوی دولت که در کنفرانس خبری با خبرنگاران حاضر شد. یه مقداری از صحبت‌هاشو می‌تونیم الان با هم بشنویم و برگردیم. برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعاً صادقانه این گونه نبود. حتی در بیانیه‌ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت، اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. دروغ به معنی جعل آگاهانه و آمدانه واقعیت است. دروغ لاپوشانی است. دروغ دانستن یک واقعیت و بیان نکردن آن و یا وارونه بیان کردن یک واقعیت است. اگر این مسادت را بیان می کنم به منظور این هستش که ما نیاز به اعتماد عمومی و نیاز به یک همدلی بزرگ در کنار هم داریم. این چیزی بود که از جانب ما به هیچ وجه چیزی به عنوان دروغ اتفاق نیفتاد. همه کسانی که در آن روزها و در اوج جنگ روانی آمریکا علیه ملت ایران اظهار نظر می کردند، مبتنی بر عرق ملی و با استناد به اطلاعات موجود در همان لحظه اظهار نظرها صورت گرفت. از یک سو عملیات روانی سنگین، از یک سو فقدان اطلاعات کافی در داخل و اطلاعاتی که در همان لحظه به طور موثق تلقی می شد، ریشه موضع‌گیری ها در بی اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت. علی ربیعی بود، سخنگوی دولت. آقای ربیعی گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری تا عصر جمعه از شلیک موشک مطلع نبوده و بعد از اینکه مطلع شده بلافاصله جلسه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و در مورد صحبت شده و به مردم اطلاع رسانی شده. یه واکنش دیگه هم که دیدم، علی شکوری راد بود، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفته که فاصله میان حکومت و ملت از حد گذشته و مخفی کردن شلیک موشک به هواپیمای مسافربری به گفته او پاشیدن اسید بر چهره جمهوری اسلامی بوده. از طرف دیگه بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس هم گفته که آقای روحانی به دنبال بیانیه دادن نباشه، بقیه مقام ها هم همینطور، یک جو بی‌اعتمادی به وجود اومده و بهتره که اینها به جای بیانیه دادن استعفا بکنن. در مقابل حمید رسایی از سیاستمداران تندروی جمهوری اسلامی از کنارگیری برخی از این چهره های هنری که از دیروز تا حالا دارن از شرکت در جشنواره فیلم فجر موسیقی و تئاتر فجر انصراف میدن گفته که خیلی ابراز خرسندی کرده از اینکه صدا و سیما انتقاد کرده از اونها و گفته که اگر که خیلی با لحن تندی صحبت کرده و به گفته او گفته که خاک بر سرتون، نقل به مضمون میکنم که اگر با این افراد، با این هنرمندان دوباره صدا و سیما بخواد همکاری بکنه و باهاشون کار بکنه. واکنش خارجی هم که میتونم بگم دونالد ترامپ که برای چندمین بار توییت فارسی کرده و نوشته که مشاور امنیت ملی عنوان کرده که تحریم‌ها و اعتراض‌ها ایران رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و گفته این مسئله براش مهم نیست و ممکنه که ایران به پای مذاکره بیاد، ولی این مسئله براش مهم نیست و مهم براش اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و معترضان رو در خیابون‌ها نکشه. این واکنشی بود از آقای ترامپ که دیروز داشتیم. ممنونم از فرین قاسمی. و اما فرزاد سیفی کاران، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار از آمستردام هلند با ما هستند. آقای سیفی کاران، آنچه که دیشب دیدیم و همینطور گزارش‌های اون امروز منتشر شد، از اعتراض‌ها از نظر شما تا چه اندازه نشانه است از جدیت این اعتراض‌ها؟ خب همونطور که میدونیم این اعتراض‌ها واقعا در واکنش به فشارهایی هست که روی مردم وجود داره از همه طرف. میدونیم که حکومت با مخفی نگه داشتن حادثه‌ای که برای این هواپیما پیش اومد باعث شد که یک بار دیگه مردم واقعا خشمشون رو به این صورت نشون بدن، چرا که به فاصله خیلی کوتاهی ما حوادث آبان ماه رو داشتیم که هنوز ابعاد کامل این حوادث مشخص نیست و ما هنوز نمیدونیم که چند نفر در اثر این اعتراضات
کشته شدن، چند نفر بازداشت شدن و حتی خیلی ها مفقود شدن هنوز. به خاطر همین مردم هنوز فشار و داغی که در اثر این اعتراضات بر روی اونها احساس می شد تشدید شد به واسطه این حادثه و سه روز انکاری که مقامات قویاً سعی می کردن که انکار کنند هر گونه حادثه از طریق برخورد موشک با این هواپیما. اگر برفرض در همون ابتدا گفته می شد که پدافند خودی عامل چنین حادثه بوده، آیا در قضیه فرقی می کرد؟ قطعاً فرقی می کرد، به خاطر اینکه این تجربه‌ای که مردم همیشه از مسئولان دارن که ابتدا یک مسئله رو قویاً سعی می‌کنن انکار بکنن، هیچ وقت با مردم صادق نبودن و سعی کردن همیشه مسائل رو از دید خودشون یا با اون علت‌هایی که برای خودشون قابل توجیه هست توجیه بکنن و هیچ وقت از دید مردم به مسائل نگاه نکردن، قطعاً میتونست تأثیر یک مقدار بهتری داشته باشه، مخصوصاً به این که ما دیدیم که شاهد بودیم کشورهای دیگه زودتر از ایران اومدن این مسئله رو، برای مثال یک سری از مقامات آمریکا و یا آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا زودتر اومدن از مقامات ایران، از کشوری که این حادثه در اون اتفاق افتاده بود، این علت وقوع حادثه به دلیل برخورد موشک رو اعلام کردن. ما مثلا اگر برگردیم به اعتراضات آبان میبینیم که بعد از گذشت 2 ماه ما هنوز هیچ اعلام رسمی از طرف مقامات دولتی و حکومتی نداریم مبنی بر اینکه مثلا چند نفر کشته شده و همین دلیل انکارها و بی‌اعتمادی‌ها و تأخیر در اعلام این حوادث باعث میشه که مردم بیشتر ناراحت بشن و این حس بهشون القا بشه که خب مسئولان با اونها صادق نیستن و کوچکترین توجهی به اونها نمیشه. به اعتراضات آبان ماه اشاره کردید، قبل از اون 1-2 سال پیش اعتراضات دی ماه بود، قبل از اون اعتراضات 1388 بود. این مورد اخیر آیا متفاوت است با گذشته؟ آیا ممکن است که نتایجی داشته باشه که ملموستر باشه از اعتراضات گذشته؟ قطعا متفاوت تر هست، مخصوصا از بعد سرکوب و خشونتی که در اون به کار رفت خیلی متفاوت تر هست. ما میدونیم از همون اولین روز در واقع با قطع کردن اینترنت و قطع کردن ارتباط مردم داخل ایران با دنیای خارج و بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی برای یک سرکوب فراگیر، سرکوبی که همونطور که گفتم ما هنوز هم از ابعاد این سرکوب دقیقا نمیدونیم که چی هست و چه اتفاقی افتاده. برای مثال ما داشتیم که یک نفر از افرادی که به اسم مثلا سردار اعظمی، کسی بود که مفقود شده بود، خانواده‌اش حدود 50 روز از ایشون هیچ خبری نداشتن، اما در نهایت مشخص شد که ایشون کشته شده در یک آتش سوزی در جریان اعتراضات جان باختند و اینها همش نشون میده که این اعتراضات خیلی متفاوت تر از اعتراضات گذشته بوده از حیث سرکوب دست کم و از لحاظ تعداد کشته ها. حتی ما اگر آمار رویترز رو هم نپذیریم، با توجه به آماری که فعلا مثلا سازمان عفو بین الملل 304 نفر رو اعلام کرده و یا وبسایت کلمه حدود 600 رو اعلام کردن، همه این رقم ها میدونیم که خیلی بیشتر از اعتراضات قبلی هست و باید این رو هم اشاره کرد که خواست مردم، مطالبات مردم و یا حتی شعارهایی که شاهدش هستیم در این اعتراضات خیلی نسبت به اعتراضات گذشته به جرأت میشه گفت بسیار متفاوت تر هست و مشخص تر هست. ممنونم از فرزاد سیفی کاران، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روزنامه‌نگار از آمستردام هلند با ما. فرین تقی‌زاده به برنامه پیوسته اینجا در استودیو. فرین، از بازتاب آنچه که رخ داده در شبکه‌های اجتماعی بگو. از اعتراض‌های دیروز و دیشب شروع کنم که در شبکه‌های اجتماعی بازخورد زیادی داشت. از دیروز صبح که فراخوان‌های برای تجمع اعتراضی طلاب روبروی سفارت بریتانیا شروع شده بود در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر نماینده مجلس در مورد این صحبت کرده بود، بعد به نوع انعکاسش رو در توییتر دیدیم و بعد هم عکس‌ها و تصاویری که منتشر شد. در ساعت‌های بعدش اعتراض‌هایی دیدیم که توسط معترضان به آنچه که برای
هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاده بود انعکاس پیدا کرد تو شبکه‌های اجتماعی، تصاویرش اومد بیرون، توییت‌های منعکس شد. این دوتا اعتراض به نوعی در کنار هم قرار گرفت برای اونهایی که میگفتن چطور میشه صبح یه عده از طلاب اجازه این رو داشته باشن که برن جلوی یک سفارت اعتراض خودشون رو بدن بدون اینکه هیچ برخوردی با اونها صورت بگیره و از مدل صحبت کردن اونها هیچ اعتراضی نشه، چون همین مدل صحبت کردن اونها انعکاس پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی، مشخصا در مورد اینکه سفیر بریتانیا رو وقتی که بازداشت کردن نقل به مضمون اونها رو میکنن که خودش رو خیس کرده بوده. همین خیلی واکنش های منفی داشته توسط بقیه کاربران شبکه های اجتماعی که چه مدل صحبت کردن هست توسط اونهایی که طرفدار حکومت ایران هستن. از اون طرف هم اونهایی که عصر اومده بودن در خیابون‌ها و معترض بودن به آنچه که هواپیمای اوکراینی براش اتفاق افتاده بود، میگفتن که چطور این اعتراض‌ها رو تاب نداره حکومت تحمل کنه، صدای معترضان رو بشنوه و اونچه که اونها خواستار شفافیت هستن رو تحمل کنه و با اونها با گاز اشک‌آور برخورد میکنه. اونچه که در توییتر منعکس شده بود از حجم گاز اشک‌آور، می‌نوشتن که تا حالا اونهایی که رفتن بیرون و دیدن که چه اتفاقی افتاده از این حجمی که گاز اشک‌آور زده شده بوده شوکه شدن و به نوعی خیلی ها براشون مشکل پیش اومده بوده. یه سری دیگه از توییتری ها داشتن میگفتن که تشکر میکردن از افرادی که بهشون کمک کرده بودن در این اعتراض ها، میگفتن ما گاز اشک‌آور اونقدر زیاد بود که نشسته بودیم یه گوشه فقط داشتیم گریه میکردیم، اشک داشت از چشام میومد و برخی خودشون میومدن داوطلبانه تو صورت ما دود سیگار رو چشای ما فوت میکردن که ما این حالتهای گاز اشک‌آور ازمون دور بشه. داشتن تشکر میکردن از اونهایی که در دنیای واقعی نمیشناختنشون. از طرف دیگه رئیس پلیس تهران امروز اومده گفته که ما به تجمع کنندگان شلیک نکردیم، ولی تصاویری که دیروز منتشر شده و خونهایی که روی زمین ریخته شده و صحبتهایی که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که تیرهای با ساچمه به اونها برخورد کرده و اونها رو زخمی کرده، همین باز باعث این شده که یه سری بیان انتقاد کنن که اگر پلیس این کارو نکرده باید باز شفافسازی صورت بگیره که چه نهادهای امنیتی موازی با پلیس دارن کار میکنن. از اینکه بسیجی ها و لباس شخصی ها در سطح شهر دیروز بسیار حضور داشتن و اونها با مردم برخورد میکردن، باز از مشاهدات دیگه هستش که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده. در مورد سیل سیستان و بلوچستان دارن صحبت میکنن، میگن در همه این خبرهایی که منعکس شده و بسیار هم شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر قرار داده، سیل سیستان بلوچستان نباید فراموش بشه. از طرف دیگه آقای ربیع امروز صحبت کرده و گفته که بعد از 3 روز ما با خبر شدیم این هواپیما با آتش پدافند غیر عامل خودی سقوط کرده. آقای آشنا در مورد این صحبت کرده که ما در زمان جنگ هم یک سیستمی داشتیم که این پدافندامون به صورت شبکه‌ای کار کنه و تک فردی تصمیم نخوام بگیرن و نباید این اتفاق میافتاده. این تفاوت نظر مسئولین در جمهوری اسلامی باعث شده که بسیاری رو به این سمت ببره که اعتماد عمومی داره خدشه‌دار میشه و دیگه اعتماد عمومی وجود نداره، که انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران هم به این امروز اشاره کرده، یک بیانیه داده و گفته که در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم. ممنونم از فرین طرازاده همکارم اینجا در استودیو با ما. یک هیئت 8 نفره کانادایی امروز وارد تهران میشه. این هیئت قراره که در بررسی سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین شرکت کنه. بسیاری از سرنشینان این هواپیما ایرانی کانادایی بودند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، مقام های نظامی ایران پذیرفتن که مشکل از اونها بوده، در این صورت هیئت کانادایی میخواد در چه زمینه ای تحقیق کنه؟ چی به دست میاره؟ حدس من اینی که میخوان اون چرا که مقام های ایرانی گفتن با توجه به سخنان سردار حاجی زاده که این واقعا یه خطایی بوده و اشتباه بوده و نارسایی ها رو تا حدی ذکر کرد، میخوان این رو بررسی بکنن ببینن که اصلا چی بوده و به برداشت خودشون برسن و یه مقدار راستازمایی بکنن اون چرا که مقام های ایرانی میگوین و همینطور در نهایت میخوان به هر حال دستی در خواندن جعبه سیاه داشته باشن
که در کل بتونن به یک ارزیابی کلی برسن که علت حادثه چه بوده، اصلا چگونه این اتفاق افتاده، این فازایی که به هر حال طی شده دست به دست هم داده و به این حادثه انجامیده چه بوده، و بالاخره در سطح سیاسی این که بایستی یه جوری با ایران این رو حل بکنن که خوب حالا ایران میخواد چه خسارتهایی رو بپردازه و چه تمهیداتی رو قائل شده. این اقدام ها ممکن است که به وجهه آسمان ایران کمک بکنه. در حال حاضر بسیاری از پروازها مسیر خودشون رو به عبور از فضای غیر از فضای ایران تغییر دادند. به هیچ وجه کمک نمیکنه. با توجه به این حادثه، خب ما میدونیم به طور تقریبا روزانه حدود مثلا 1000 تا هواپیما از فضای عراق و ایران رد میشن و بیشتر اینها مسیر خودشون رو تغییر دادن با توجه به اینکه در جنوب خلیج فارس اون غیر قابل اجتنابه به خاطر اینکه خطوط هواپیمایی اتحاد و قطر و همینطور امارات مجبورند از اون ناحیه عبور بکنند، ولی به طور کلی هیچ کمکی به ایران نمیکنه از نظر امنیت پروازی با توجه به این اتفاق و اینکه واقعا یک ناهماهنگی هست، به ویژه اینکه ایران در آماده باش بوده. این رو حاجی زاده تاکید کرد و گفت که این آماده باش کامل بوده. در چنین صورتی این واقعا جزء به هر حال روش جاری است که بایست این رو به فرودگاه های مربوطه اطلاع میدادن و ورودی ها و خروجی های پروازها رو برای مدتی حداقل قطع میکردن که این گونه حوادث پیش نیاد. اشاره کردید که خب غیر از خلیج فارس اگر تنشی در بگیره، آیا و بیشتر از این بشه که یک بار تا آستانش رفتیم، آسمان خلیج فارس امن میمونه؟ خب به هر حال آمریکایی‌ها و همینطور کشورهای جنوب خلیج فارس سعی خواهند کرد که امن بمونه، ولی در مجموع هر گونه تنشی که رخ بده مجبورند به هر حال مسیرهای پروازیشون رو تغییر بدن و این کلی مسئله ساز خواهد بود و گذشته از این برای خود شرکت‌هایی رو که شرکت‌های هواپیمایی، برای اینکه هر گونه تغییر مسیر باعث هزینه بیشتر خواهد شد و حتی هواپیماهایی که مثلا بسیار دورپرواز هستند ممکن است 12 13 یا 14 ساعت در گذشته مستقیم پرواز می‌کردند از فضای ایران رد می‌شدند، حالا با تغییر مسیر و دور شدن این فاصله‌ای رو که باید طی بکنند، یا باید مسافران کمتری رو حمل بکنند یا باید در یه جایی بشینن سوخگیری بکنن. از نظر اقتصادی این واقعا به صرفه نیست برای شرکت‌های هواپیمایی، برای خود ایران هم نیست، برای اینکه ترانزیت هوایی نداره، نمیتونه درآمدی از این مورد داشته باشه. از نظر سیاسی از هر جهت این به ضرر ایران خواهد بود. آقای آریان، اینها فضای یا حریم هوایی ایران رو نبسته بودن در زمانی که خودشون حمله موشکی کردن به عراق، حریم هوایی عراق هم بسته نبوده. آیا خطر این وجود داشت که ده‌ها موشکی که از غرب ایران به طرف عراق شلیک شده بود هواپیمایی رو هدف قرار بده؟ خوب این برای اون عملیات فکر نمی کنم که چنین شرایطی وجود داشته، ولی اینکه واقعا اینها داشتن این عملیات رو انجام میدادن، ببینید برای انجام این عملیات خوب این یه تمهیدات قائل شده بودن، دو سه روز قبلش این آمادگی رو داشتن، پرسنل آماده باش بودن، آماده باش استرس داره، آماده باش فشار داره به پرسنل و همه اینها به هر حال دست به دست هم داد باعث این حادثه شد. در این حال یکی از نکات مهم اینه که این سامانه به خصوصی را که اینا در بیدگن گذاشته بودند، این قبلا جزء گنبد به حساب پدافند گنبدی تهران نبوده، این رو اضافه کرده بودن به اون محل و این یه سامانه تورمیه که اون واقعا توانایی اونچنانی رو نداره در مقایسه مثلا با S-300 یا سامانه های مثلا فرض بکنید 15 خرداد و اینکه سیستمش واقعا کار میکرده یا نمیکرده، میتونسته دوست از دشمن رو تشخیص بده
و با توجه به پروازی داره که صورت گرفت از فرودگاه و هواپیما در حال برخواستن بود، سرعتش، کلی از این فاکتورها باید در نظر گرفته بشه و یک سامانه اونچنان پیشرفته‌ای نیست. همه اینا دست به دست هم داد، وقت کافی نبود و این اتفاق واقعا جانخراش به وجود اومد. در نهایت گفته شده که باید از این حادثه درس گرفته بشه. شما خودتون با مسائل نظامی ایران آشنا هستید. در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران چنین توانایی رو میبینید خودشون رو بازسازی بکنن، درس بگیرن، چنین اتفاقی نیفته؟ امیدوارم که واقعا اینجوری باشه، برای اینکه یکی از اون نکات برجسته این حادثه این است که واقعا یک هماهنگی نبوده. برای نمونه بایستی اون پدافند هوایی خاتم الانبیا که هماهنگ کننده در واقع فعالیت‌های پدافند هوایی ارتش یعنی نیروی چهارم، نیروی پدافند ملی و اون یکانهای بسا پدافند هوایی سپاه پاسدارانه بایستی این فعالیت‌ها را هماهنگ میکرد، باید یک پارچه میکرد، نیست. برای نمونه ما میدونیم که مثلا در تهران این گنبد پدافند هوایی که در چارچوب در واقع منطقه هوایی شمال هست که تهران شاملشه، در تعدد اون سامانه‌های مختلفی رو که در تهران است، در جای جای تهران، و این سامانه‌های کوچک که برای پدافند هوایی نزدیکه، برای مثال بعضی از اینا رو سپاه اداره می‌کنه، بعضی ها رو ارتش اداره می‌کنه، بعضی ها رو هر دو اداره می‌کنن. در ضمن نیروی انتظامی یکی دو تا سامانه تا اونجایی که ما می‌دونیم برای خودش داره حفاظت از سیستمش، بعد یه سامانه دیگه کوچیک به هر حال قابل ملاحظه، اونقدرم البته کوچک نیست، این برای دفاع از به حساب اون مقر، اون مرکز، دفتر آیت الله خامنه‌ای است که مستقل عمل میکنه. همه اینا بایستی هماهنگ بشه، یه سیستم واقعا واحدی داشته باشه که بتونه اینها رو کنترل بکنه. اون چه که اتفاق افتاد نشون میده که این هماهنگی ها نیست، و برخلاف اون که میگن که ایران یک سیستم پدافند سراسری و جامعه یک پارچه در سطح کشور داره، راه درازی دارن که تا به اونجا برسن. در حال حاضر به نظر میرسه که این یه ادعا باشه. آقای آریان، در نهایت به دلیل آنچه که بر سر این هواپیما اومد، یک موضوع کمتر دربارش حرف زده شد و اون حمله تلافی جویانه سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد بود. تصاویر اون منتشر شده، از نظر شما آنچه که در اونجا رخ داد تناسبی با ادعاهای سپاه پاسداران خصوصا از نظر فنی و نظامی داره؟ دو سه تا فاکتور رو باید در نظر گرفت. یکی این که اون یه تعدادی خوب از موشک‌ها عمل نکرد، این به هر حال جزء نقایص نشان دهنده به هر حال حساب ناتوانی سپاه پاسدارانه. اما نکته دیگری که به نظر من قابل ملاحظه است و این را برخی از کارشناسان خارجی هم تایید کردن، اینی که این هدف‌ها رو اینا طوری تنظیم کرده بودن با توجه به ساعت حمله که خسارت اونچنانی از نظر پرسنلی وارد نشه، و این رو کارشناسان خارجی در یکی دو جا که من خوندم تایید کردن. اون نقاطی رو که در داخل عین الاسد زدند اینها تقریبا دقیق